اسم من عبدالرؤوف است، عاکف تخلص میکنم، در شهر قندهار به دنیا آمدم و تحصیلات ابتدایی خود را تا کلاس پنجم به قندهار بودم. بعد از آن از کلاس ششم تا کلاس دوازدهم در لیسه عسکری یا عربی شانزه درس خواندم. از آنجا و بعد در دانشگاه کابل و در دانشگاه پزشکی شروع به تحصیل بود. بعد از آن وقتی که به سال 50 از دانشگاه پزشکی فارغ شدم، امتحان کادر علمی دانشگاه پزشکی رو دادم و به حیث استاد در دانشکده پزشکی پذیرفته شد. بیا بیمار دیگه بیا. خدا حافظ. سه ماه میشه. سه ماه میشه. سه ماه بعد. تو را پیش رفتی؟ نه. شب که غذا نخوردی؟ غذا نه. شب ساعت 9 بود من غذا خوردم. ساعت 12 به این ور هیچ. حتی یه لیوان آبم نخوردم. باش. برای عمل آماده است. دندونات مسموم نیست؟ نه. تا اینکه در افغانستان کودتایی صورت گرفت و کمونیست ها در این کشور به قدرت رسیدند. بخاطر مخالفتی که با این رژیم داشتم و تحت تعقیب قرار گرفتم و بعد مجبور به فرار شدم. سلام. 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 سلام.
چیزای دیگه هم داریم، کارای دیگه هست. حیفا خوشتی بگونه سرجا، زیاد بطیب نباش. حالا اینجوری تا بیر میانیم دیگه، زیاد خدا حافظ. به طرف ایران آمدم، سپس در زنجان در بیمارستان شفیه کار میکردم. از آن پس در بیمارستان شهید رجایی در قزوین شامل کار شدم. در ورامین در بیمارستان دکتر مفتی شامل کار شدم. به فریمان رفتم و یک سال و نیم در اونجا بودم. از اونجا آمدم به ساوه. شهرهایی که من رفتم اونجا پزشکای افغانی هم بودن. در زنجان 3-4 نفر پزشک بودن، در قزوین 2-3 نفر پزشک بودن، همچنین در شهرهای دیگه. در هر شهر که من رفتم یک تا پزشکای افغانی شامل کار بودن و با اونها در رابطه بودن. دو تا زدن بهتر شدین یا نه؟ دو مشکل گرفتن بارش؟ دو مشکل جدید شامده؟ نه نه نجیم معمولی بکنم خیلی خب خانم دکتر بهار وحدت شما مریض نداریم؟ سلام، این مریض خوشبختانه هوشیار خوشبختانه مریض سلام بعد از زحمت زیاد اگر قندش آمده پایین خوب اگر نمیده ما چند شده درسته آره دیروز بعد از دور اینه این آقای دکتر ما سلام حال شما خوبه خانم دکتر رسیدن به خیر خب این چه نظام هست این از چیه تقریبا از مدت 20 سال به این طرف در بیمارستان های مشهد و شهرستان ها مشغول بودم و هستم و در این 12 سال اخیر هم در استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم و با دانشجویان عزیز پزشکی در امر آموزش طب اشتغال دارم. خوشحالم از این که به هر حال قسمتی از زندگیم در امر آموزش و با قشر جوان می‌گذرد و از این نظر احساس آرامش می‌کنم. معمولاً در ساعات بعد از ظهر و ایام تعطیل کار دیگری دارم که این کار از جهاتی
مهمتر هست از حرفه پزشکی، و این کار دوم کار فرهنگی اجتماعی است. ساعت از شب و روز را با مطالعه در باره موضوعات مختلف، مخصوصا معارف اسلامی، فلسفه، اخلاق و مطالعه سیره انبیا و ائمه می گذرانم، و در طول هفته از 5-6 سال به این طرف مباحثاتی داریم با دوستان در مورد کتاب نهج البلاغه که مرحوم سید جهاد فرهنگی و جهاد عقیدتی و جهاد فکری به طور مسلم مصداق بارز است از جهاد فی سبیل الله. شما اگر دقت بفرمایید، عدالت خواهان با ستمگران در نبرد دائمی بودند. حالا شما اول زندگی را از آدم می دانید یا قبل از اون عالمی بوده؟ برحال تا جایی که ما تاریخ را مطالعه میکنیم این بوده. امیر مؤمنان به صراحت و قاطعیت اعلام میدارد که هر کس از روی بیمیلی جهاد را ترک کند، در این صف قرار نگیرد، عوارض 100% شامل حالش خواهد شد. زیبی خاصی هست که صد بیر کده خطش نستالیف هست و زیبی شد دلا بابا براغ مشرب انار آموز که ما و جیخون به دل و خنده در دهان دارد. نام کم این شایش تکمیل نشد که دیگم آسمان رشک برد بار زمینی که در او دو نفر یک دو نفس بار خدا بنشینند. عجب دیگه من خطی سلس است یک نوع تذهیب کرد در داخل این صورت گرفته.
و یکی محاشی هست. این هر دو کار خودم هست، یعنی به این شکل تجهیب کسی نداشته، یک شکل خاصی هست. این خطر نستالیق هستی هم تجهیبش داخل و بیرونش همه از من هایی در طلبی تو عالمی در شر و شور، در پیش تو در ویش توانگر اما اور، یک تجهیبی خاص داره. این آیه قرآن کریم است که و اسم بابل الله جمیعا و لا تفرقو، مشقت نستعلیق نیستم. ما باعث یک کسی که با هنر و خط علاقه دارم تمام کمال و کمال خود را منوط میدنم به اون آثار قدیمی که به مطالعه من رسیده و از اونا اخذ کردم. کچ استادی داشتم که پسر عموی من بوده، ولی بیشتر از آثار که در مناطق وجود داره و یا عکسای اون برای دست من رسیده از اونا استفاده کردم. خصوصا در خط سلس این مسئله واقعیت دارد که بیشتر تحت تاثیر اون نوشته های خواهی گرفتم که در آثار تاریخی ما موجود است. صحبت میکنم، ما یک ضریبی هوشیاری داریم که در قسمت به اصطلاح سنجش هوشیاری مریض شما از اون جی سی اس که میگن بالا به اصطلاح گلاسکو کوما اسکیل از اون استفاده میکنیم که مریض میبینه چطور هوشیاریش چجوری هست، آیا هوشیار است بیدار است و سوالات شما درست پاسخ میدن که اون علائم موتور و آی موومنت و مثلا وربال اینا رو شما بررسی میکنه. و جی سی اس هم دارای 15 نمره است ضریب هوشیاری، اگر از 15 کمتر باشه شما میبینید مریض تو گرید 1 هست، مثلا 13 و 14 گرید 1 و تعقیبش میاد گرید 2 3 4، همین ترتیب خود نمره 8 یک سرعت لیول بین دو چیز است. حالا از این آقا پرسان میکنیم، سوالات ما جواب میدم، ما جی سی اس در حدود 15 متیم و از نظر سطح هوشیاری چیزی که قومی محترم وزارت بیداری جمهوری اسلامی ایران، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موضوعی را که ما علی پریمان میخواییم برای درستانی این است که آقای پروگو آکب پزشک جراح که مدی یک سال آدم در بیمارستان مخوینی پریمان با دلگرمی و صادقانه مشغول خدمت بوده و مردم مستضعف و فقیر توجه و عنایت بیشتری داشتند. رضایت کامل مردم و مقامات را کسب و در این مدت همه مردم با ایشان صمیمیت و خلوص پیدا کردند. اخیر مقامات بیداری استان خراسان ایشان را به جای دیگر مدخل نمودند که موجب دلسردی و استعفای پزشک مجبور و ناراحتی مردم شده است. ما علی این دیار از حضور جناب عالی تقاضا داریم ایشان را به دوباره به فرمان برگردانند تا از خدمت ایشان بیشتر مستفید کنیم. به اصطلاح سپاسنامه است که هم نوشتند که از خاطر یک کاری که من انجام دادم اینجا رضایت خود نشان دادن و از من تشکر کردن. از فرزندان من یک دختری من است که او هم نقاشی کار کرده و هم خطاطی هم تصحیب. خودش نیست. کجاست خودشان؟ خودش آمریکا. اسمش آنایت هست. آمریکا را؟ بله، یک سال میشه آمریکا.
شما لابد دلتان تنگ شده برش. بله زر 21 سال است که در ایران هستم. آرزوی ما این بوده که هر چیز زودتر به وطن خود برگردیم، ولی شرایط طوری بود که ما نمیتونستیم برگشتیم، چون اوضاع در دست اکتاد مردمی بودن که از علم بیگانه بودن. امروز شرایط طوری است که امیدواری زیادی پیدا شده است که ما برگردیم به وطن خود و برای مردم خودم باقی مانده عمر خدا خدمت کنیم. این بیمارستان تقریبا از سالهای بعد از انقلاب درست شده است، ولی تا آمدن من به این بیمارستان یعنی 3 سال و اندی قبل اصلا من ایس یک بیمارستان نه، بلکه به ایس یک درمانگاه از او استفاده می شود. یعنی بغیر از پزشک عمومی و زایمانهای معمولی کار دیگه اینجا صورت نمی گرفت. بعد از اینکه من اینجا آمدم، اتاق عمل اینجا که در اثر شکستگی ساختمان از بین رفته بود، با وجود چیزی از یک اتاق زمیمه رو استفاده میکردیم و عملهای را اینجا انجام میدادیم، تا اینکه با توجه مسئولین یک اتاق عمل جدید درست شد و بعد از اون عملهایی که در بیمارستان مدرس انجام میشه در ساوا یا بیمارستان های دیگر همه عمل ها اینجا انجام شده میتونه و صورت میگیره. مردم ایران صحبتی داریم. یعنی ما از دولت ایران و از مردم ایران متشکریم و انشالله که هیچ وقت فراموش نمیکنیم.